ملک عبدالله و بشار اسد رهبران عربستان سعودی و سوریه با میشل سلیمان همتای لبنانی خود در بیروت ملاقات کردند. احتمال می‌رود گزارش تحقیقات سازمان ملل در مورد ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت آن کشور در 5 سال قبل به محکومیت حزب الله لبنان منجر شود. گفته می شود اجلاس سه‌جانبه رهبران عربستان سعودی و سوریه و لبنان به منظور کاهش تنش‌ها میان حزب الله و سنی مذهب‌ها در آن کشور صورت گرفته است. 26 بهمن ماه 1383 و ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان و 22 تن از همراهانش در بیروت، حادثه‌ای که احساسات لبنانی‌ها را به شدت علیه دمشق تحریک کرد و تقریبا بلافاصله به خروج 30,000 سرباز سوری که 3 دهه در لبنان بودند منجر شد. ملک عبدالله ابن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه 86 ساله عربستان سعودی که روز پنجشنبه وارد دمشق شد و میزبانش بشار اسد 50 ساله رئیس جمهوری سوریه که به ترتیب مسن‌ترین و جوان‌ترین در میان رهبران خاورمیانه اند، هر دو با هم روز جمعه به لبنان سفر کردند. دو دولت مردی که صرف با هم وارد شدنشان به بیروت از دید تحلیلگری به نام پل سالم جالب و خبرساز است. It's also interesting that the Syrian president does not come alone. هنوز کمیسیون بین‌المللی مأمور تحقیق در مورد ترور نخست وزیر اسبق لبنان که سنی مذهب بود در این خصوص بیانیه‌ای صادر نکرده. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله که دخالت گروه شیعه مذهبش در آن حادثه را تکذیب کرده، هفته گذشته گفته بود از آن خوف دارد که کمیسیون علیه تعدادی از افرادش اعلام جرم کند. یتهم افراد من حزب الله و الجماعه مش منضبطين. و اغلب لبنانی ها هم از اینکه رهبر سوریه به همراه پادشاه عربستان سعودی این بار نقش ممانعت از بروز بحرانی میان شیعیان و سنی های کشورشان را بر عهده گرفته، ابراز رضایت می کنند. و سرانجام در افزایش نقش سوریه در معادلات سیاسی منطقه، همین بس که سعد حریری نخست وزیر لبنان و پسر رفیق حریری مقتول تا به حال 4 بار به دمشق مسافرت و با بشار اسد ملاقات کرده. Robert Ford will be the next American ambassador to Syria. و ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا هم در سفر بهمن ماه سال قبل به دمشق رابرت فورد را به عنوان سفیر جدید کشورش در سوریه اعلام کرد. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا، واشنگتن. پنا به آخرین اخبار، امر موسا رهبر رئیس اتحادیه عرب در مصاحبه امروز با روزنامه الشرق الاوسط گفته است ملاقات سه‌جانبه بیروت نشان می‌دهد اعراب به منظور جلوگیری از هر نوع حادثه سوی از لبنان حمایت می‌کنند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم که از احتمال اعلام جرم کمیسیون سازمان ملل متحد علیه تعدادی از افرادش به دلیل ترور نخست وزیر پیشین لبنان سخن گفته شده، در این حال از اجلاس امروز بیروت حمایت کرد. به گزارش روزنامه قدس عربی و به نقل از منابع مصری، دیروز 3 ناو جنگی آمریکا با عبور از کانال سوئز از دریای سرخ راهی دریای مدیترانه شدند. به نوشته این روزنامه، در حین عبور ناوها تدابیر امنیتی شدیدی اعمال شده بود و عبور و مرور خودروها از پل بالای کانال 2 ساعت متوقف شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در سخنرانی گفت جمهوری اسلامی ایران دارای منطق و خواهان صلح و امنیت است و به دنبال امپراتوری نیست، اما اگر غرب و آمریکا بخواهند به فلسطینی ها زور بگویند جلوی آنها خواهیم ایستاد. لاریجانی افزود اگر بخواهند به لبنان حمله کنند، حزب الله درس عبرت آموزی به آنها میدهد. نازی بگلری خبرنگار ارشد بین‌المللی صدای آمریکا از ابوظبی روی خط تلفنی است. نازی، درود به تو. نشست سه‌جانبه رهبران عربستان، سوریه و لبنان چه بازتابی در مطبوعات منطقه داشته نازی؟ امروز جمعه که معمولاً تو کشورهای مسلمان یه روز آروم و بی‌تحرکه، خبر سفر تاریخی رهبران سوریه و عربستان سعودی در کنار یکدیگر به بیروت تقریباً تمام اخبار رو تحت شعاع قرار داده. این یک سفر سمبولیک توصیف شده که نشانگر اضطراری بودن وضعیت در لبنانه. اهمیت سفر بشار الاسد رهبر سوریه به بیروت فقط این نیست که
اولین سفر او به بیروت بعد از ترور رفیق الحریری نخست وزیر فقید لبنانه، بلکه هم به این دلیله که در کنار عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به بیروت رفته و هم به این دلیل که رابطه عربستان و سوریه متحد ایران گرمتر و نزدیکتر میشه. پادشاه عربستان سعودی این بار در یک تلاش متمرکز و جدی از بشار الاسد میخواد که از نفوذش بر حزب الله استفاده بکنه و از یک بروز یک بحران تازه بین سنی و شیعه در لبنان جلوگیری کنه. حسن فضل الله عضو حزب الله پارلمان لبنان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که سفر دو رهبر به بیروت فرصتیه برای نمایش اتحاد اعراب و این همون چیزی است که عربستان سعودی میخواد، یعنی اتحاد اعراب از جمله سوریه. عربستان سعودی در این حال در نهایت میخواد که سوریه به اعراب ملحق بشه و از زیر نفوذ ایران بیرون بیاد. پادشاه عربستان سعودی برای تشویق سوریه وعده سرمایه گذاری و تجارت دو جانبه در سوریه رو داده. بعضی از گزارش ها هم در لبنان حاکیه که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رهبر قطر هم در بیروت و با پادشاه عربستان و سعودی و رهبر سوریه و میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان دیدار کرده که اگر چنین باشه تقریبا میشه گفت که معماران اصلی کنفرانس دوحه در سال 2008 که به بحران بین حزب الله و هواداران حریری پایان دادن و از بروز یک جنگ داخلی جلوگیری کردن همه دور هم هستند تا مانع از بروز یک بحران مشابه بشن. در کل ترس بزرگ این هست که جنگ سرد ایران و اسرائیل تبدیل به جنگ گرم بشه، جنگی که در اون حزب الله لبنان به نیابت از سوی ایران با اسرائیل درگیر بشه و صورت حساب اون رو مردم لبنان بپردازن، یعنی نظیر اون چیزی که در تابستان سال 2006 در لبنان رخ داد. سیامک تشکر میکنم. نازیه بگلری خبرنگار ارشد بین‌المللی صدای آمریکا.